دوستان عزیز، بنیاد فرهنگی همزبان افتخار داره که امروز در خدمت جناب دکتر کاویان صادق‌زاده میلانی باشه. ایشون خودشون یکی از بنیانگذاران این بنیاد هستند و از شرق آمریکا به غرب آمریکا تشریف آوردن. افتخار دادن به ما در آریزونا که در خدمتشون باشیم. ایشون پزشک هستن و علاوه بر تخصص‌های متعددی که دارن در مسئله حقوق بشر هم فعالیت‌های ویژه‌ای انجام دادن، خیلی فعال هستن و امروز بحثی رو به نام سلامت و حقوق بشر برای ما مطرح می‌کنن که در طول بحث با سوالاتی مواجه خواهیم شد که به ما پاسخ خواهند داد و این یک بحث جدید و تازه‌ای در حقیقت هست که ما بیشتر با این مسئله آشنا بشیم، با وظایف خودمون نسبت به مسائل حقوق بشری بیشتر خوب بگیریم و سعی بکنیم در این راه قدم برداریم در حد مقدورات. با سپاس از بنیاد فرهنگی همزبان در آریزونا که از من دعوت کردن که امروز با شما باشم. افتخار بزرگی است برای من که با هموطنان ایرانی در این مورد مهم به مکالمه و صحبت بشینم. نسل اول حقوق بشر اون مطالبی رو شامل میشه که حقوق بشر، حقوق انسانی افراد بشر رو تضمین میکنه در برابر دولت‌ها. به این معنی که حق آزادی مذهب، حق برابری، حق آزادی بیان، آزادی مطبوعات و این حقوق رو شامل میشه. نسل دوم حقوق بشر اون مطالبی است که یک وظیفه مثبت، یک وظیفه، یک تعهد اخلاقی و قانونی رو به دولت‌ها القا می‌کنه. یعنی مثل حق به تندرستی. یعنی شما در مورد نسل اول حقوق بشر با مواردی مواجه هستید مثل آزادی مطبوعات. یعنی دولت نباید جلوی آزادی قلم رو بگیره. یعنی یک حق منفیه، یک مسئله منفی، دولت نباید این کار بکنه. و در مورد نسل دوم حقوق بشر این مثبته، یعنی دولت موظفه که این کارو بکنه. دولت باید که سرویس‌های حداقل خدمات پزشکی رو برای مثال ارائه بکنه. دولت باید قانون‌گذاری بکنه که مردم حداقل ساعت استراحت رو داشته باشن، ساعت‌های کار بدون ساعتی که به صورت دستمزد داشته باشن ولی کار نکنن، ساعت فراغت، ساعت‌های استراحت. یعنی ما در نسل اول حقوق بشر با یه سری به اصطلاح مواردی مواجه هستیم که یک وظایف منفی به اصطلاح به دولت القا میشه. در موارد حقوق بشر نسل دوم یک سری وظایف مثبت باید هاست که به دولت به اصطلاح القا میشه و دولت موظفه که اینها رو انجام بده. خب جناب دکتر، شما یک توضیح فرمودید راجع به نسل دوم حقوق بشر که به تندرستی مربوط میشه. شما راجع به نسل اول و دوم و اینکه تاریخچه این چی بوده، چطور شروع شده، به توضیحات بیشتری برای بینندگان ما بفرمایید. بله، نسل اول اون به اصطلاح نباید هاست. دولت نباید جلو آزادی قلم رو بگیره، دولت نباید که جلو آزادی وجدان رو بگیره، دولت نباید که افراد رو بیخودی زندان بکنه. برای مثال در نسل دوم باید هاست. دولت موظف باید که قانون‌گذاری رو جوری بذاره که مردم ساعت کارشون محدود باشه و مثلا اطفال کار نکنن و حق تندرستی و سلامتی که بحث امروز ما هم هست جزء این حقوقه. یعنی حقوق دولت موظفه که حداقلش رو برای آحاد، برای افرادی که در اون منطقه یا در اون کشور ساکن هستن تضمین بکنه. این بحث خیلی مهمیه چون که مشخصا ما تمرکزمون همیشه روی آزادی قلم، آزادی وجدان، آزادی مطبوعات، حق رأی و این نوع حقوق مسلمی است که همیشه خواستهای مردم بوده. ولی مواردی هم هست که دولت موظفه که کاری رو به طور جدی و دقیق ادامه بده و انجام بده و این بحث همیشه یه مقدار کم شده و یه کاستی‌هایی در سرویس‌های اجتماعی و در خدمات اجتماعی به وجود میاره به خاطر اینکه دولت‌ها خب مشخصاً اگه موظف نباشن یا اگر به اصطلاح ازشون خواسته نشه و مورد بازخواست قرار نگیرن خب تمایل به ارائه خدمات نخواهند داشت. البته این مسئله در کشورهای متفاوت و رژیم‌های حکومتی هم متفاوته. مثلا قطعا در یک کشور کاپیتالیستی با یک کشور سوسیالیستی اینا متفاوته دیگه، نه؟ بله. این خدمات. بله.
و شما اگر به اصطلاح منشور جهانی حقوق بشر به اصطلاح دقت بکنید، میبینید که حدود 20 مورد اول، 21 مورد اولش حقوق نسل اولن و حدود اون 9 تای دومش، یعنی از فقره 21 الی 29 فقراتی هستن که مربوط میشن به نسل دوم حقوق بشر. یعنی وظائفی رو در اون جا به دولت‌ها القا میکنن و کشورهای سوسیالیستی، کشورهای سوسیالیستی اروپا و سوسیالیستی حوزه اسکاندیناوی و توی این حقوق پیشرفته تر هستن، یعنی این حقوق اونجا جا افتاده تره. من عرضم این بودش که شما وقتی وارد نسل دوم میشید، تمام وظایفی رو که دولت‌ها در نسل اول دارن در نسل دوم هم عملاً اون وظایف هست. بله هست، ولی برای مثال در دولت آمریکا حق به تندرستی یه حقی نیست که دولت آمریکا این حق رو همیشه پذیرفته باشه، ولی در سوئد این حق هست. یعنی فرضاً یعنی همه افراد اون جامعه حق بیمه دارن و حق این دارن که خدمات درمانی رو به طور منظم و واکسن شدن رو برایگان دریافت بکنن. در آمریکا در سیستم کاپیتالیستی و سرمایه‌داری مشخصاً اون حقوق مشکل تر جا میفته. ایالت‌های مختلف آمریکا البته موازین مختلفی دارن، این سیستم سراسری نیست و اخیراً فقط با حالا گذراندن این قانون اوباماکر، قانون بهداشت عمومی، یه مقداری وضع تو آمریکا تغییر کرده و یه مقداری این آگاهی پیش اومده که بله، حق به سلامتی و حق به تندرستی حقیه که به هر حال باید که به اصطلاح جا بیفته. و کنوانسیون بزرگ و مطرح این قضیه کنوانسیون همون حقوق نسل دوم هستش، کنوانسیون حقوق به اصطلاح اجتماعی و حقوق اجتماعی. این کنوانسیون حقوق اجتماعی و حقوق اقتصادی رو آمریکا هیچ وقت خودش به اصطلاح تصویب نکرده و هیچ وقت به عنوان قانون دولت آمریکا در مجامع جهانی متضمن اجراش نشده. ولی اون چیزی رو که بهش میگن civil and political rights، حقوق مدنی و سیاسی، دولت آمریکا اون رو امضا کرده و تعهد داده. ایران، دولت ایران هر دو رو تعهد داده، هر دو کانونشن امضا کرده و به هر دوش تضمین اجرایی داده برابر سازمان ملل و مقام های جهانی. ولی دولت آمریکا برای مثلا اون حقوق سیاسی و مدنی رو امضا کرده و تصویب شده و موظف میدونه که خودش رو اجرا کنه، ولی در موارد مربوط به نسل دوم و حقوق اجتماعی و اقتصادی این وظیفه رو به عهده نگرفته و این ضمانت اجرایی رو لازم الاجرا ندونسته. آقای دکتر، یک مسئله ای را هم شما مطرح بفرمایید که این مسئله که راجع اشاره کردین، این نسل دومه، این نسل دوم تاریخچه‌اش چیه که از کی مطرح میشه؟ بله، در وقتی که کانونشن های اول و مجالس اول در مورد حقوق بشر برگزار میشه، خب مطالب اولی که روش گفتمان انجام میشه و صحبت انجام میشه مطالبی بوده مربوط به واکنش به مطالب جنگ جهانی دوم، درسته؟ که و اون مسئله عمدهش هم کشتار یهود توسط نازی آلمان بوده. یعنی اون زور مثلا وجدان حقوق بشری، اون بیداری حقوق بشری در جهت این بوده که یک نوع مثلا تعادلی در برابر سیستم های دولتی، در برابر نیشن استیت، حکومت و دولت پیاده بکنن که حقوق مردم رو دولت نتونه پای مال بکنه، نتونه آزار و اذیت به مردم برسونه، که اون میشه نسل اول. ولی در بحث هایی که انجام میشه که پیامدش منجر به تصویب منشور جهانی حقوق بشر میشه، در اون فضا این فرق میکنه و در اون فضا به اصطلاح یه سری از مطالب مطرح میشه و مثلا درست مطرح میشه. چون به حال کسی که برای مثال غذا نداشته باشه یا بیمار باشه، خب اصلا اون نسل اول حقوق بشر براش مطرح نیست. یعنی در کسی که براش گرسنگی میمیره، آزادی مطبوعات شاید براش اینقدر مهم نباشه، یا آزادی یا حق به داشتن دین آزاد شاید براش اینقدر مطرح نباشه، چون به هر حال قضا یا سلامتی از ضرورت‌های اول حیات بشره. و بنابراین این مسئله اینجوری پیش رفته
که اون که نسل اول اسم گذاری شده و نام گذاری شده، منظورش اینه که ترمزی در برابر جنایات و حرکت‌های نامناسب دولت‌ها باشه. اون چیزی که بهش نسل دوم میگن در اصل در وهله دوم نه قرار بگیره، بلکه واقعا اولویت شما، همون که مثلا فرضاً اولویت غذا یا اولویت سلامتی و تندرستی، اینا اولویت‌های بزرگی هستن و در فقدانشون و در نبودشون به اصطلاح حالا خیلی از حقوق دیگه و حقوق مدنی و حقوق سیاسی شاید اصلا بی‌معنی باشه. بله، ما در اسلام هم یک مطلبی رو داریم که میگه النعمت و نعمتان از صحت و الامان، یعنی سلامت و امنیت واقعا بزرگترین آرزوی بشر بوده همیشه. بله، اون صحت میشه نسل دوم. بله، امانت میشه نسل اول. جناب دکتر، شما در توضیحاتی که فرمودید اشاره به اوباماکر هم کردید. من وقتی با افراد مختلف صحبت میکنم خیلی دیدگاه‌های مثبت و منفی درباره این مطلب هست. شما یه مقدار این مسئله رو روشن‌تر بکنید، چون بینش شما در این مورد بیشتر هست، استفاده بکنیم از حضورتون. مسئله اوباماکر خب جالبه. اوباما با این تعهد اخلاقی به اصطلاح داوطلب و نامزد کانادا شد که بتونه یک سیستمی رو برقرار بکنه که در آمریکا یک بیمه همگانی یا یک بیمه حداقلی برای همه باشه. ببینید، شما نکته‌ای که اینجا هست اینه که ما این حق رو، یعنی حق به سلامتی، حق به تندرستی رو میپذیریم. این حق، این تقریبا همه قبول دارن، ولی وقت کی موظفه که این حق رو اجرا بکنه و حد حدودش چیه؟ برای مثال من حق به سلامتی دارم، درسته، ولی تضمین به سلامتی نمیتونم داشته باشم، چون ممکنه هر لحظه سرطان بگیرم، حمله قلبی داشته باشم، یا فرضاً یه بیماری دیابت بگیرم، یعنی و ممکنه حتی از خودم مواظبت نکنم و فشار خونم بره بالا یا کلسترولم بره بالا یا موجب آرزه قلبی بشه. به هر حال اینا مسائلی است که هست، یعنی نمیشه حق به تندرستی رو با حق تضمین سلامتی یکی دونست، و این فضای زیر فضای نامتعادله، بخاطر اینکه شما میگید خب حق مثلا سلامتی من رو داریم، ولی تضمین نمیتونه کسی بکنه که حتما من باید سالم باشم، و نمیشه کسی مثلا یه قولنامه بنویسه که فرض این شخص حتما باید سالم باشه، ولی دولت‌ها موظفن که یک حداقل رو ارائه بکنن، حداقل هم پیشگیری هم غربالگیری، یعنی سکرینینگ، یعنی از قبل بگردن دنبال بیماری‌های شایع و سگان بیماری شایع رو اینا شناسایی بکنن. بله، و در نهایت پیشگیری کنن، ولی اول باید شناسایی بشه. برای مثال کلسترول باید شناسایی بشه و بعد از عارضه قلبی خب میشه پیشگیری کرد. یعنی این بحثه. اوباماکر کاری که میکنه اینه که یه حداقلی رو وارد میکنه. نکته مثبت اوباماکر اینه که یه حق رو به طور همگانی میشناسه و این حق رو میپذیره و این به اصطلاح کفه ترازو رو در جهت عدالت حرکت میده. اشکال اوباماکر اینه که این وظیفه رو مجبور میکنه که شرکت‌های بیمه انجام بدن، و شرکت‌های بیمه که شرکت‌های انتفاعی هستن و شرکت‌هایی هستن که قصدشون ساختن پوله، خب اینا از این قضیه یه منفعتی میبرن، بخاطر اینکه یه مشتری پیدا میکنن، یه سری مشتری خیلی گروهی و بزرگ و جوان میان عضو میشن که اینا معمولاً بیمار نمیشن، بنابراین یه پولی توی این سیستم تزریق میشه. یعنی پول به جای اینکه فرضاً صرف بهداشت و بهبود وضعیت مردم بشه، اون طبقاتی دارن ثبت نام میکنن براش که عموماً اصلا شاید نیازی نشه، چون معمولاً فرضاً مردهای پسران مثلا بین 15 تا 30 سال نه کمتر، هم کمتر دکتر میرن و هم کمتر بیمار میشن و مسائل خاص هم ندارن که مثلا فرضاً مثل خانم که قرص ضد حاملگی برای مثلا بخورن که خب مجبورن دوران دکتر و اینو بگیرن. برای مردای اون سن یه گروهی هستن که کلا دکتر نمیرن و کم خرج هستن، ولی ناگهان اون خرج بهشون تحمیل میشه و اینا مجبورن که بیمه بخرن و منفعتش مشخصا به شرکت‌های بیمه میرسه. گرچه اگه یه سیستمی باشه که فرضاً این سیستم شرکت‌های بیمه اینجا سود بر ندارن خب بهتره. شرکت بیمه هم حرفش اینه که اگه ما قراره که ریسک و خطر احتمالی داشتن مریضای بیمار مسن‌تر رو داشته باشیم، این گروه کم ریسک رو هم می‌خوام که از اینا پول در بیاریم. یعنی یه بحثیه. ولی کلاً دادن این به اصطلاح تعرفه، دادن این امتیاز به شرکت بیمه یه کاری بوده که به حال سوال برانگیزه در کل فی نفسه در مسئله اوباماکر. ولی اوباماکر به حال یه قدم‌های درشت و قدم‌های بزرگ و کنونی برداشته،
و قدم های درستی هم هستن در جهت اعطای برابری و در جهت عرض کنم که صحت و سلامت عمومی. چه هزینه رو به دوش دولت میذاره این جریان؟ برای دولت کلا منفعت سازه این قضیه. دولت اون کسایی رو که بیمه نگیرن رو جریمه میکنه، چون میشه مثلا در آمریکا شما اگه فرضاً رانندگی بکنید ولی بیمه نخرید دولت شما رو جریمه میکنه، یعنی برای دولت اون پول سازه. بعد اینکه شما بتونید بیماران رو در مراحل ابتدایی تر زودتر شناسایی بکنید بیمارها رو لحاظ قند، دیابت، اصلا که فشار خون، افت قلبی، اینها، خطر حمله قلبی، خطر سکته، اون گروه ها رو اگه ما زودتر شناسایی بکنیم خب مشخصا شرکت بیمه و دولت هر دو یه مقدار اونجا پول میسازن و برشون این منفعت داره، به خاطر اینکه مریضی که پیشرفته تر باشه مرضش خب مشخصا خرج بیشتری برمیداره درمانش. حالا من به عنوان فعال حقوق بشر و به عنوان پزشک اینجا وظیفه‌م چیه؟ من وارد صحنه میشم میبینم که خب یه عده زیادی از هموطنان ما ایرانیان اینا بیمه ندارند، یا مهاجرن یا پناهجوان یا کسایی که کار ندارن علاوه بر مالیات فشارن. خب من چه وظیفه‌ای دارم؟ خب وظیفه من اینه که سعی کنم به عنوان پزشک با یه قیمت حداقل یا قیمت صفر خدمات پزشکی رو تا حد وسعم و تا توانم به اینها ارائه بکنم، چون که اینها به حال نمیرن بیمه رو بخرن، اون جریمه رو میپذیرن ولی حاضرن که بیمه نخرن، چون بیمه بازم گرونه برای کسی که داره فرضاً تو آمریکا ساعت 9 دلار 50 سنت میگیره زن شدن کار میکنن، خریدن اون بیمه محاله، چون بیمه گرونه و همیشه هم شامل نمیشه، یه پول زیادی داده میشه و اون به اصطلاح اون محصول، اون کالایی که اینا خریداری میکنن جوابگوی نیاز خانواده نیست و خیلی هم گرونه. پس برای عده زیادی از ایرانیانی که در منطقه ما هستن، در منطقه دیگه آمریکا هستن، اینها دسترسی به بیمه ندارن. خب پس اینها اگه بیمار بشند هزینه سنگینی بدن، اگه بیماری جدی هم پیدا بکنن که جراحی نمیخواد که اصلا کلا ورشکست میشن به خاطر اینکه خرج بستریشون به بیمارستان 15000 دلار، 20000 دلار تا 50000 دلار برای عمل جراحی قلب 3000 دلار، خب اینها این بودجه هم ندارند. کمک هم حتی بگیرن، حتی فرضاً 20%شون بخوام بدن، بازم براشون ثقیله، یعنی بیشتر از هزینه درآمد سالانه هر شخص هم خواهد بود. برای یه زن شوهر ایرانی که در آمریکا باشن، تو دو بچه‌ن داشته باشن و مثلا در والمارت کار بکنن، سالی 10 دلار 11 دلار بگیرن، اینها از عهده خریدن بیمه برنخواهند اومد. و اینجاست که من به عنوان پزشک و فعال حقوق بشر و مدافع بسیار سلامتی اینها من وارد کار میشم. چون من چیکار میکنم؟ من میگم شما بیاید پیش من شما رو به طور رایگان میبینم یا آزمایش هم برای شما واقعا مثلا نادر واقعا نازل انجام میدم براتون، به طوری که هزینه شما تحمیل نشه. باید شما میبینم با شرکت های مختلف به اصطلاح دارویی و با آزمایشگاه ها لابراتوار بزرگ قرارداد میدم، میگم من همچین سیستمی دارم، شما برای آزمایش کلسترول اگه 25 دلار میگیرید از معمولی، از این 5 دلار بگیرید. اینها این شرط رو قبول میکنن و با 5 دلار میتونن این تست رو انجام بدن. برای مثال خب این خیلی کمک میکنه که من بتونم به بیمار کمک کنم. و بنابراین ما الان در مطب خودمون و مرکز تندرستی و حقوق بشر که در ویرجینیا من دایر کردم و داریم کار میکنیم، ما الان حدود هفته 15 تا مریض رو مجانی اینجوری میبینیم. و این 15 تا مریض که ما اونجا میبینیم، خب 15 تا خانواده ایرانی که یا مثلا یکی معتاده، یکی فرضاً اشتباه الکل داره، یه نفر فشار خون داره، یه نفر دیابت داره. مریض اولی که اومد به مطب ما دیابتیکی بود که دیابت در مرز قندش در وضع خیلی فاجعه‌ای بود، قند نزدیک 500 داشت، اصلا ممکن که هر لحظه این شخص تو پشت فرمون بره تو کما و بزنه 5 نفر بکشه. خب و دکترم نمیتونست بره، نداشت لازم مال نمیتونست. مریض دومی که وارد اومد دختری بود که در مرز خودکشی بود و افسرده و می‌خواست خودش بکشه و یه بچه کوچیک داشت و خب شوهرم داشت. خب این دو نفر ما هم در روز اول جمع‌جور کردیم، مرز قند رو فلان با انسولین درست کردیم و در ظرف دو هفته بعد قندش تقریبا نصف شد و بعد اصلا کلا به اصطلاح با قرص خیلی ساده، با قرص خیلی ارزون و خیلی به اصطلاح دم دست و سهل الوصول قند طرف خیلی پایین اومد و الان سرحال و قبراق داره به کارش ادامه میده. خانم که افسرده بود درمان افسردگیش خیلی ساده بود و با دوا از دو هفته و یه ذره مشورت روانی درست شد و
عرض کنم که داره ادامه پیدا میکنه و هم زندگی خانوادگیش منظمه، هم بچهش به اصطلاح یتیم نیست. خب ما از این نکات داریم هر روز انجام میدیم، یعنی روزی دو یا سه مریض داریم همینجوری رایگان میبینیم، فشاری هم سنگین به مطب وارد نمیشه. و اگه ما بتونیم فقط چرخی دکترها رو یا اون حلقه ای که دارن کار میکنن رو فقط وسیع تر بکنیم، میتونیم که افراد بیشتری رو پوشش بدیم. و دکترهای ایرانی هم همه واقعا عاشق به خدمتن، همه عاشقن که بتونن یک کمک کنن. مسئله اینه که منظم کردن این کار وقت میخواد، به خاطر اینکه شما اگه میخواد که یه مرکز بزرگ داشته باشید، با ساختمان بزرگ باید بگیرید، کرایه سنگین داره، اون وقت ناچار میشه بره دنبال پول بوده که سعی کنه پول هزینه رو بیاره، سرمایه رو بیاره که این هزینه رو بتونه از پسش بر بیاد. ولی کاری که ما کردیم و کار خلاقی ما کردیم این بود که ما این فضا رو شکستیم، یعنی این نیازی به یه بنیاد و یه ساختمون و یه تشکیلات اونجوری نداره. این رو خرد کردیم توی مطب دکترای مختلف. کسی مرض قلب میخواد به دکتر قلب معاینات انجام میده، فقط با کمک تکنولوژی و یک سیستم پزشکی کامل علاوه الکترونیک مدیکال رکورد، یعنی پرونده پزشکی به صورت الکترونیکی هستن و در فضای مجازی هستن و هر مطبی میتونه قشنگ لاگین بکنه، کارش انجام بده و مریض‌ها خدمات پزشکی به رایگان بگیرن. این کار جدید و تازه‌ای بوده و تقریبا مشابهش رو من ندیدم که دیگه انجام شده باشه و یه کار بسیار بدی بوده در نوع خودش. و این خیلی مهمه به خاطر اینکه جامعه ایرانی جامعه است که نیازمنده. ما کارمون رو اصلا محدود به جامعه ایرانی نکردیم، ما ترک داریم، عرب داریم، عرض کنم که آفریقایی داریم، آمریکایی داریم، سفید داریم، سیاه‌پوست آمریکایی داریم، اسپانیش داریم، از همه نوع به اصطلاح مردم داریم. ولی تا 80% به اصطلاح بیمارانی که به ما مراجعه میکنن ایرانی هستن. اینم افتخاری که ما داریم این خدمات رو به صورت رایگان به جامعه ایرانی ارائه میکنیم. جناب دکتر، شنیدن این مطالب بر من خیلی جالب بود، برای اینکه من وقتی بررسی میکنم فعالان حقوق بشر رو، البته زحمت میکشن، مقاله مینویسن، احساس میکنم بیشتر در حد شعاره. وقتی میبینم شما وارد عمل شدید اینطوری و فعال حقوق بشر واقعی باید به شما گفت، شنیدن این مطالب خیلی جالبه. خب شما کارهای تحقیقی و کارهای متعددی دیگه هم دارین، از فعالیت‌های دیگه تون هم بگین که بینندگان ما بیشتر باهاش آشنا بشن. بله، هر مدافعان حقوق بشر به خاطر حوزه مختلف کار میکنن، همه هم زحمت میکشن، همه هم تقریبا میشه گفت که هزینه دادن به یک نوعی و همه هم واقعا زحمت کشیدن برای پیشبرد مسائل حقوق بشر، گفتمان حقوق بشری. و همه واقعا اونایی که تو آمریکا هستن دارن کار میکنن، همه هزینه شخصی دادن، همشون احتمالا میشه که اگه این کارو نمیکردن زندگی های راحت تری داشته باشن و مجبور نباشن تحت این فشار آمریکا به این صورت زندگی بکنن. ولی کار ما هم کار جالبی از اینکه علاوه بر ارائه خدمات پزشکی به مردم و کار تندرستی، فقط کار نظری و کار تئوری نیست، یعنی یه کاری که عملا برای مردم یه نتیجه خیلی زود و خیلی خوبی رو داره و میتونه جواب بده. و مسئله و ببینید، شما کسی که علاوه پزشکی علاوه نگرانه اینکه دکتر نداره، نگرانه که دستش به طبیب نمیرسه یا هزینه گرونه، این آدم در معرض خطره. یعنی فشار و استرابی که این مسئله نبودن سرمایه و نبودن پزشک میاره خورد میکنه انسان رو. من دیدم که آدمای واقعا بزرگ لتو پا شده، تحقیر شده، میان تو مطب ما. و کار اول ما اصلا اینه که بهشون اعتماد خاطر بدیم، آقا جون چه مسئله نیست، ما هر چی باشه ما تیکر میکنیم، یعنی ما هر چی باشه ما پشت تو هستیم و ما به اصطلاح حواسو داریم، نمیذاریم که تو اینجا توی مرکز بمونی. همین روحیه و پشتگرمی شاید نصف کار رو جلو میبره. از طرف دیگه کار دیگه که ما میکنیم اینه که خب ما سعی میکنیم که علاوه مالی به اینا برسیم. علاوه مالی خب من نمیتونم فرضاً دست و دخلم بکنم به همه مریضای پولی بدم، به خاطر اینکه این عمل نیست. ولی سیستمایی هست که مثلا ما گروهایی داریم که اینا ممکنه که برای مثال برن خرید بکنن از مغازه ارز و قیمت میوه‌جات و چیزای خوب رو بخرن و مثلا هفته یه بار این خانواده تحویل بدن. این کارو ما کردیم، کسایی که بی‌وزارت ندارن. و در ضمن به حال همین که این مردم خیالشون جمع بشه که اینا از لحاظ مالی زیر فشار قرض ورشکستگی نمیرن و میتونن به دکتر به رایگان مراجعه بکنن، خیلی مدیونن، خیلی خوشحالن و مسئله دیگه حل شده است. یعنی این با این نحوه کار و دلگرمی
و دقت و دیدن مریض رو به موقع کار خیلی پیش میره و خیلی راحت پیش میره. و واقعا البته اینم هستش که فقط من نیستم، بقیه دکترام دارن با هم همکاری میکنن، همکارای خودم تو مطب خودم دارن همکاری میکنن و برای کاری است که داره پیش میره و خیلی جالبه. آقای دکتر، وقتی ما راجع به این مسئله حقوق بشر صحبت میکنیم در ایران، مسئله حقوق بشر اسلامی رو مطرح میکنن و اینو از این حقوق بشر غربی جدا میکنن. اینها واقعا با هم چه ارتباطی داره؟ چطور میشه اینها رو به هم مربوط کرد؟ بله، مسئله به این صورته که یه بحث انتزاعی و یه بحث تقریبا فلسفی در این قضیه هست که مسئلهش مسئله نسبیگرایی اخلاقی یا نسبیگرایی حقوق بشریه، که بحث ریلاتیویزمه که آیا حقوق بشر نسبیه یا مطلقه. برای مثال انتقادی که از طرف بعضی کشورها میشه، مثلا کشورهای سوسیالیستی از طریق روسیه، چین به آمریکا و به سازمان ملل، اینه که این نهاد و این سازمان در نهایت غربیه و متضمن و شامل الگوهای غربیه و این الگوهای غربیه که داره پیاده میشه و کشورهای دیگر رو مثلا کشور اسلامی رو مجبور میکنن که به این تن بدن. و اشکال مسئله از خود آمریکا بلند میشه اتفاقا، چون در دهه 50 وقتی که به اصطلاح منشور جهانی حقوق بشر تصویب شد، مردم شناسای آمریکایی و انجمن مردم شناسی آمریکا یعنی American Anthropological Association اینا رو ما امضا نمی‌کنیم و ما هیچ علاقه به این مسئله نداریم. اینا دانشمندان اکادمیک فرهنگستانی هم بودن و ما علاقه نداریم به خاطر اینکه حقوق بشر نسبیه و این حالت همون امپریالیسم داره و شما دارید الگوهای غربی رو به اصطلاح به کشورهای دیگه دارید تحمیل می‌کنید. درسته؟ یعنی اگه فرضاً کسی بره پیش عربستان سعودی و بگه آقا جان مسئله آزادی زن و مرد به اصطلاح و برابری زن و مرد علاوه حقوق بشر متضمن این بد باشه که شما مثلا فرضاً زن زانی رو مثلا مرد زانی رو مثلا یه جور مجازات بکنید، اینا میگه نه این یه تحمیل، ما اینجور این کار نمی کنیم، ما مثلا مرد رو مثلا شلاق میزنیم و زن رو مثلا میکشیم برای مثلا. و موارد دیگه هم که مشابه این هست در همه جا، در چین، در روسیه، همه جا. و کلا این شده یک فرار از مسئولیت و فرار از اجرای موارد حقوق بشر متضمن که این دولت‌ها خودشون امضا کردن، تضمین دادن که امضا بشه. بنابراین این بحث همیشه هست، بحث حقوق بشر اسلامی یه بحثی است که در این چارچوب دیده میشه، در این چارچوب مطرح شده و کشور اسلامی در حدود یه دهه قبل دور هم جمع شدن و یه حقوق بشر اسلامی هم منشور رو نوشتن که بر مبنای شریعته و اون موارد هم البته تناقض خیلی واضح داره با موارد حقوق بشر شناخته شده. برای مثال ما در موارد شناخته شده حقوق بشر داریم که هر شخصی آزادی، جمعی عرفیش اینه که هر کسی آزادی حق تعیین دین داره. در حقوق بشر اسلامی همین نمیشه، بله هر کس شخص حق تعیین دین داره مگر مثلا کسی که از دین اسلام خارج بشه و مرتده و اونو میشه کشت. درسته؟ یعنی همون قوانین شهر رو آوردن اونجا اوتیز کشن با اون یه تفسره تو همونجا کار بردن و در نهایت منجر به همون نقض حقوق بشر میشه. ولی خود این اشخاص که اینا رو چیدن و اینجور ردیف کردن خودشان متوجهن که به هر حال اگه شما میخواید حقوق بشر داشته باشید دیگه اون تبصره اصلا کل قانون رو لوس و بی‌اعتبار میکنه، به خاطر اینکه اون تبصره موجب چی میشه؟ موجب این میشه که شما نتونید همچین کار کنید. و کشورهای دیگه مثل چین و روسیه هم روی این قضیه خیلی فشار میارن، چون چین و روسیه هر دوشون مایلن که سرکوب داخلی انجام بشه، رسانه‌ها محدود باشن و اینها هم سعی میکنن که جلوی هر گونه بحث از طرف غرب روی این قضیه بگیرن و سرکوب و سرپوش بزنن روی همچین مواردی که مثلا مطرح نشه. و تا شما میخواید در مورد وضع برای مثال آزادی مطبوعات یا آزادی قلم در چین صحبت بکنید، چین هم فورا میاد میگه خب شما فرضاً تو آمریکا بر جامعه سیاهتون و جامعه سیاه‌پوستان آمریکایی
شما برای این مردم که 10% 12 مردم هستن مثلا شما حقوق برابر ندارید و اینها به طور بیشتر از بقیه متعارف دارن از بیماری قلب و بیماری دیابت و فشار خون دارن میمیرن. یعنی بازیه، درسته؟ توجیه درسته که آمریکا در برابر جامعه سیاه پوسته در درون کشور میتونه بهتر کار بکنه، ولی این توجیه برای چین نیست که بخواد اونجا مطبوعات رو سرکوب بکنه، درسته؟ ولی این وارد بازی سیاسی میشه که متاسفانه همیشه حقوق بشر رو لوس و عرض کنم که سعی میکنن بی اعتبار بکنن، ولی هم آمریکا موظفه که در برابر سلامت و تندرستی اقلیت‌های نژادی در آمریکا خوب کار بکنه و بهتر نشون بده، و چین هم خب موظفه که آزادی قلم رو حدشون نگه داره و اجازه آزادی مطبوعات به صاحب قلم‌ها در چین بده. و این سیاسی شدن بحث متاسفانه از آسیب شناسی مسئله حقوق بشره و از مسائلی که فعالان حقوق بشر باید روش کار بکنن و آگاه سازی و روشنگری بکنن. این من یه سفری داشتم به تاجیکستان. این سفر چون دعوت دولتی بود به مناسبت 1150 سال تولد رودکی بود که به رودک و مقبره رودکی هم رفتیم، با نمایندگان مجلس و وزرا و اینا یه مقدار ارتباط پیدا کردیم. من با خانم‌هایی که نماینده مجلس بودم میگفتم که خب شما در یک کشور اسلامی هستید، اگر یه نفر فوت میکنه از نظر تقسیم ارثیه پسر و دختر چه فرقی با هم دارن؟ میگفت با هم برابرن. میگفتم مثلا خب یک مرد تاجیکستانی میتونه بیش از یک زن داشته باشه؟ میگفت محققا قانونی نمیتونه داشته باشه. میگفتم خب اینا که خلاف اسلامه. میگفت شما این به حساب مسئله شرع و عرف رو با هم دیگه قاطی میکنید. یا مثلا این مسائلی که در منطقه ما و خاورمیانه و اینها اتفاق افتاد، در مصر، در تونس، در سوریه که الان در حال اتفاقه، در لیبی، اینا تغییرات اساسی ایجاد کرد، ولی شاید یه مقدار فقط به نفع تونس شد که در اونجا آزادی زن و مرد و زن و مرد جزو قانون اساسیشون شد و خیلی جالب بود. بله، و قدم بزرگ و خوبی برداشتن. واقعا من واقعا باید تبریک بگم این کشور رو، بخاطر اینکه تونستن که یک پیشرفتی رو انجام بدن، یه حرکتی رو انجام بدن که متضمن حقوق بشر افراد کشورشون هستش، و واقعا قدم بزرگه. من چند سال پیش که با یکی از به اصطلاح نمایندگان مجلس تونس صحبت می‌کردم، از فعالان بعد از به اصطلاح انقلابشون، اینا معتقد بودن که احکام شرع باید باشه و معتقد نبودن که واقعا احکام شرع باید کاملا پیاده بشه. ما توی رسانه داشتیم شام می‌خوردیم و اینا، و من فقط برام خیلی جالب بود که یه عده از عزیزانی بودن که اینا فعالان حقوق بشر و سیاسی ایرانی بودن و خودشون در اوایل انقلاب که اون مکتب بودن که بله بعد قوانین برنامه شهر باشه و اینا، بذاشون به این آن توضیح میده که نه این شهر به درد ما نخورده و برای ما خیلی مضر بوده و شما میکار نکنید تو رو خدا و اینا. خلاصه بهم اصرار میکرد که نه خیلی هم شهر خیلی خوبه و قوانین شریعت اون چیزی که لازم است. خلاصه بحث داغی بود، من که خب ناظر بودم، ولی برام جالب بود که در عمل دهیته عمل بالاخره تونستن که یه سیستم رو پیاده بکنن که با حقوق بشر عرفی نزدیک تره. شاید این مسائلی که در حقیقت کشورهای دور و بر ما اتفاق افتاد، در مصر، در لیبی، در تونس، حالا در سوریه که همینطور ادامه داره، فقط کشور تونس از اینا نفعی برد و بقیه حقیقتا متضرر شدن و اون کشورها متوجه شدن که این قوانین قوانینی نیست که امروز قابل اجرا باشه. در عمل خودشون این توجه رو داشتن و دارن تغییرش میدن. این البته خیلی قدم مثبت و نکته جالبی هست. دقیقاً. جناب دکتر خیلی ممنونم از محبتی که کردین، خیلی استفاده کردیم. توقع داشتم بیشتر راجع به فعالیت‌ها و تحقیقاتی که میدونم کارهای شما خیلی وسیعه، برای شنوندگان ما، بینندگان ما یه مقدار بیشتر توضیح میدادید. اگر حالا اونا فرصت بعدی حتما در خدمت باشیم و بیشتر روی قضیه کار کنیم. ولی خبر جالب و خوب اینه که مثلا این کار تندرستی از دو سال اخیر واقعا پا گرفت و پیشرفت کرده و امیدواریم که بتونیم کار مشابهی رو ان شاءالله در همین آریزونا انجام بدیم و جاهای دیگه آمریکا، که بتونیم خدمات رو به صورت قابل قبولی به نیازمندان جامعه ایرانی که اینجا هم زیاد هستن ارائه بکنیم.
آرزوی توحید و توفیق بیشتر براتون دارم. خیلی خیلی به ما لطف کردیم. ممنونم ازتون. با سپاس. قربان شما.